سلام، خوبین شما؟ ببخشید من مزاحم شدم. بله، من میخواستم مطمئن بشم که جریان شکایت منتفیه. بله، نظر من و جلال هر دو همینه، پس خیالم راحت باشه. نگران نباشین، قضیه حله. بله، نیت داداش من خیر بوده، ایشون همیشه دست بده داشتن. اینم اینقدر من اصرار میکنم به خاطر اینکه برای ماها زشته ما بخوام جلوی ایشون وایسیم، برای همه ما بی‌آبرویه. پس من مطمئن باشم دیگه. ممنون، خداحافظ. خانوم، من نزدیک شما میرسم بهتون. بله، خداحافظ. چی باید بگم؟ قرار از این به بعد چشمم به در باشه، چون ممکنه یه جا خوابت برده باشه. نه بابا، دیشب استثنایی بود. از روزی که پامو گذاشتم تو این خونه، هر دفعه نگات کردم فکرت یه جایی دیگه مشغول بود، جایی که من از اون بیخبرم. اینطوری نیست. چی رو از من مخفی میکنی؟ حواست کجاست؟ چی فکرتو اینقدر پرت و پلا کرده که شب تو گاراژ میخوابی، صبح میشینی اینجا؟ خیلی خوب بهت میگم، به شرطی که اولا قول بدی که بین خودمون باشه، ثانیاً دنبالشو نگیری. خیلی خوب بگو. اینجوری نمیتونم بگم. خیلی خوب بگو. هی دلشوره داشته باشی و بگی چی شد چی نشد. خیلی خوب، انقدر اذیتم نکن رسول. بگو ببینم دیشب کجا بودی. کلانتری بودم. کلانتری برای چی؟ ها؟ ازم شکایت کرده بودن. کی؟ همون مردی که توی گاراژ بود؟ آره، الان با وثیقه بیرونم. چرا به من خبر ندادی؟ من یه تلفن میتونستم بکنم، اونم برای وثیقه استفاده کردم. حالا چی میشه؟ میخوای چیکار کنی؟ جای نگرانی نیست، فقط میخواستم بدونی که حواسم بهت هست، ولی یه سری فکرهای شبه خوز عبلات اصلا فکرم رو اشغال کرد. ایشالا که درست میشه. فکرتو مشغول نکن. قول بده که من دیگه دروغ نمیگی. باشه. حتی به خاطر دلنگرانیم، حتی به خاطر حفاظت از من. رسول، هر چی هست دلم میخواد راستش ازت بشنوم. قبول؟ باشه. الان باید برم دوش بگیرم. Thank you.
رقم نمیتونیم ببینیمش. ما نگرانیم، مادرش نگرانه. ببینید، من به شما گفتم وقتی که آوردنش تو آی سی او اگر میشد من به شما خبر میدم، تشریف بیاییم ببینیم. تو رو خدا، من دیشب تا خیلی نگرانم، بذارید بچه‌مو ببینم. آخه مادر من، شما تشریف داشته باشین، ببین اینجا بشینین، من به شما خبر میدم اگر تونستین تشریف بیارین ببینینش. ساعت ملاقاتش چیه؟ ما بتونیم راحت ببینیم. ببینید ساعت ملاقات رو دم در روی برد نوشتن، همونجا برید نگاه کنید میفهمید. بقید از من سوال نپرسید، من کار دارم. آقا سلام عرض شد. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. آیسیو کجاست؟ طبقه پنجمه. دست شما درد نه. نمیتونید برید آقا، الان وقت ملاقات نیست. ما مریضمون رو از اتاق عمل آوردن بیرون، یک دقیقه میخواییم ببینیمش. فقط وقت ملاقات 3 تا 5، آی سی او ساعت 4 تا 5. ای بابا الان که ساعت 11 است، تا 4 که 5 ساعته. بابا انصاف داشته باش آخه، بذار برم ببینم دیگه. انصاف اینه که من مقرراتو بذارم زیر پا. پس من اینجا چی کارم؟ چه نگهبان. تشکر. آقا ببخشید آی سی او کجاست؟ این تایر رو دسته چه؟ دسته درد نکن. سلام دکتر، از آی سی او تماس میگیرم. قوامی فشارش افتاده پایین، با 20 ماکرون بالا نمیره، چیکار کنم؟ بله بله بسیار خدافز. وای این چرا اینجوری شد؟ چی شد آقا؟ من اصلا حرف پول نزدم به مرتی که. آره دیگه، با وثیقه اومد بیرون. همراه بیمار تخت 119 به حساب. 100 تا خونه دارم بابا، پوستشون پوله. 3 سوت سند آورد. حالا رو تو حساب کنم. ببین تهش که راننده خرج بیمارستانو میده. الان عجله‌ای میخوام، نه که فکر کنن دستمون خالیه بهش نرسم. تا خبرم. اینجا آدم میفهمه کی رفیقه کی رفیق نیست. ببخشید فضولی کرد. خدا وکیلی همه اسباب کشیاشون من خط مقدمم. خرمالی بزار بردار. یه بار ازشون پول خواستم. اونم خود خواهرم کلی پول داره. من تا افتاده به تخت بیمارستان نمیتونیم دست بزنیم بهش. بعدم داداشی گفتن اینجور موقعا وظیفه همونه دیگه. اون راننده که بهش زده چه جور آدمیه؟ چه میدونم. ظاهرش که بد نیست. منتها هر چی هم بگه پشیمونم، واسه خواهر ما قلب و ریه و هم و احشا نمیشه که. میشه؟ توف به وقت ما. تا دیروز راست راست راه میرفت و دهن هممون هم میزد. خواهرم خیلی قول داره، یه پا مرده. ایشالله خوب میشه. حالا این دکترها چی گفتن؟ هر دقیقه یه حرف بزن. از این راننده شکایت نکردین؟ نه بابا دیگه، خدا زدتش دیگه. هر موقع میای نشسته اونجا داره گریه میکنه یا داره بیرون سیگار میکشه. اونا دلم هم بالش میسوزه. همون سیبیلو راه راهه؟ آره. اون
چشم میگه؟ نه هیچی، بهش نمیخورد اصلا. آقا ماشین دیگه، پا نباشه تو دستت نیست. الو سلام، منزل های تولایی؟ بله بفرمایید. من سروان احمدی هستم، شما؟ سلام علیکم، من همسرشون هستم، فرمایشتون. ببخشید میشه گوشی رو بدین بهشون؟ اسم خام، ایشون خسته بودن خوابیدن. بله موبایلشون خاموش بود. بهشون بگید در خصوص تکمیل پرونده شکایت خانواده قوامی یه سری مدارک لازم داریم، با من تماس بگیرن من بهشون میگم. الو خانم تولایی؟ شاکی خانواده قوامی بودن؟ بله میشناسینشون؟ نخیر. محبوبه یا همون شهره قوامی رو چطور؟ نخیر. بهشون بفرمایید تا قبل از ساعت 3 بعد از ظهر حتما بیان. ببخشید مزاحم شدم. ببخشید، ممکنه برای گاراژ مشکل جدی پیش بیاد؟ یعنی منظورم اینه که تو این فاصله شکایت ممکنه ببندنش؟ به گاراژ چه ربطی داره؟ این یه تصادف بوده اون ورشن. بله خدا نگهدار. بودازر سروان احمدی بود. گفت تا قبل از ساعت 3 باید بری کلانتری، یه چیزی رو باید امضا میکردی. ای بابا ول نمی کنن اینا. چای تازه دمه؟ بله. هیچی دیگه، ما هم دختر خالمون رو آوردیم اینجا خوابوندیم، حالا تا تو همین یکی دو روزه شوهرش برسیم. هیچ، هر کی هم به پست ما میخوره خود ما بدبختر. اصلا دل تو دلم نیست. اینا فردا نمیگن ما فامیلمون رو دادیم دست 3-4 روز نتونستی نگه داریم؟ شما کی خوابوندیم؟ منم با یه آدم سر به هوا تصادف کردم، معلوم نی این ور خیابون داشت با کی با اون ور خیابون ادا اطوار در می آورد، هی موبایلشو نشون میداد. خدای من شاهد، ازم رد شده بود، یهو اومد پرید جلوی ماشین خوردم بهش، انگار داشت تو شانزلیزه قدم میزد. بخت اون یارو چی شد؟ هیچ، اونم هول کرد اومد گرفتیم انداختیم تو ماشین و آوردیمش اینجا تو بیمارستان. هم تو ماشین میگفت شهر خوابی، شهر بیهوشی، شهر بیداری. فکر کنم زنه رو خیلی دوستش داشت. خداییش هم به من هیچی نگفت، بیچاره شد. شوهرش بودا؟ تو مایه های زن دوم اینا؟ مثلا دیگه خانواده‌اش ازش شکایت کردن، منم زیاد دمپرشون نچرکیدم چون از من شکایت نکرده بود. خانواده‌اش که با گیره یه جریان دیگه هم، به تو کسی کار نداری. آره بدبخت، ولی فکر کنم یه ریگی به کفششون بود. چه ریگی مثلا؟ من برم فعلا، برم دل تو دلم نیست، توی سری بزنم بیرون. اسم شاکی چیه؟ محسنی. دقیقا شکایتش از چیه؟ هیچی، کمرش جای دیگه آسیب دیده، میگه از فرسودگی گاراژ و تعمیر نکردنش. مثل ماجرای جلال و راضیه. آره
آره دیگه. گفتی محسنی؟ آره، چطور مگه؟ هیچی، همینجوری پرسیدم. حالا باید ازش رضایت بگیری؟ نمیدونم چی کار باید بکنم. الان بهتر پاشم برم کلام تری فیلم. آذر، من رفتم. به سلامت. چطوری مادر؟ چه خبر؟ هیچ. هیچه هیچیه که دیشبم گفتی هیچی، ولی رسول شب خونه نیمد. شما که غریبه نیستی، میتونی از خودش بپرسی. چرا سر بالا جواب میدی؟ با من تلگرافی حرف میزنی؟ چی بگم خوبه؟ الان کجا رفت؟ چه میدونم، لابد یه کاری براش پیش اومده رفته بیرون. بس که تو نمیخوای با من حرف بزنی، بی خود مزاحمت شدم، ببخشید. ماه منیر. کوفت ماه منیر. ای بابا، یاد ناز همه رو بکشی اینجا. ببخشید خانم، من از همکاراتون هستم، دوستم اینجا بستری، اومدم دیدنش، اسمش محبوبه قوامیه. سلام خانم. آقای تولایی، خوب هستین؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ یه لحظه تشو بیاریم. شما میدونین من چرا اینجام؟ من از کجا باید بدونم؟ ما هر دو به خاطر یه نفر اینجاییم. منظورتون چیه؟ بهتره بگین منظورتون کیه؟ دوستتون، شهره یا محبوبه قوامی؟ من هنوزم نمیفهمم چی میگین. شما به دوستتون درباره من چی گفتین؟ چیز خاصی نگفتم. یعنی واقعا هیچی نگفتیم؟ والا یه روز اومده بود سرا دیدن من، راجع به مریضا پرسید. خب راجع به کمال بهرامی چیزی بهش گفتیم؟ این چیزای معمول. من یادم اون روز خود شما هم همراه آقای بهرامی بودین. آدرس منو شما به دوستتون دادین؟ نه، ولی خب شاید خودش پیگیر شده، گیر آورده. چجوری؟ نمیدونم. یادمه بهش گفتم هیچ کس دیدن آقای بهرامی نمیاد جز شما که دوست قدیمیش هستین. همین؟ آره همین. چی شده مگه؟ شما خانم خودتون خیلی بهتر میدونه. همراه خانم قوامی. بله، کارتتون. با اجازه تشریف ببرید بالا. ممنون خانم. تمام، بازنشست. مبارکه. چه میدونم، حالا ببینم چی میشه. نگو تو رو خدا، من حاضرم 10 سال عمر آمدم جایی تو باشم. شما میرسیم به اینجا. حسرت مال وقتی که آدم دستش کوتاه باشه. نه دیگه خانم، تو که دیگه حسرتی نداری. نه زندگی، نه بازنشستگی، نه پدر، نه مادر. والا برو اصلا واسه خود کیف کن، مواد ناشکری بکنی. نه ناشکری نمی کنم که، ولی دوست ندارم به چیزایی که دارم دل ببندم، چون معلوم نیست فردا چه خبره. من همه رو برات مرتب کردم، تو فایل گذاشتم. مرسی، دست شما درد نکنه. من یه مرخصی دو سه باید بگیرم، اونطور که باید و شاید نتونستم به پسرم برسم. چند تا که ندارم، همین یه دونه است. اونم دو دستی دارم تقدیمش میکنم به خانواده عروس. خدا نگهش داره. ولی بعید میدونم که بعید میدونم میخوام به هممون یه جا مرخصی بدن. اینجا خالی میشه. من اگه مجبور نباشم برم گلوبه حتما میام. تو چی؟ من آخه موزه جون، یعنی چی؟ اصلا فکر کردن داره؟ ببین اگه بحثی اجازه است آغاز که خودم بهش زنگ بزنم. اگه با هم نمیای؟ انشالله.
عسل جان برو برای لباس رو عوض کنی، یه چیزی با خود آمان بیا. مامان کجا میری؟ الان میام. زود بیا. شما خجالت نمیکشین؟ شما باید خجالت بکشین که اسرار مردم رو میذارین وسط جلو غریبه ها، بعد صاف تو چشای من نگاه میکنین و دروغ میگین. چرا من باید خجالت بکشم؟ خب تعقیب کردنم مثل همونه، ورود به حریم خصوصی. خب پس بی حساب. من به خدا اگه شوهرم سر برسه از ماموریت 1% شک بکنه که چرا شما اینجا ایستادین، زندگیم به هم میریزه. شما اگه جواب سوال منو بدین من زحمت کم میکنم. نمیتونم. یعنی شما هم نمیتونین اینجا بایستین، وگرنه زنگ میزنم به پلیس میگم که مزاحم شدین. خیلی خوب، مسئله نیست. اگه قراره که پلیس مسئله ما رو حل بکنه، وای میسیم تا پلیس بیاد حل بکنه. باشه باشه. بپرسین. حالا شد. چی شد که پای شهره به زندگی من باز شد؟ مفصله. اگه اجازه بدین توی فرصت دیگه کامل براتون توضیح بدم. کی؟ شما شمارتون رو بدین من تماس میگیرم. اگه تماس نگیرین من دوباره بر میگردم. من قولم قول آقا رسول. از رفیق قدیمیتون بپرسین. بنویس. بگین حفظ میکنم. 0912 هوش و حواس واسط نذاشته. کی؟ همین پشت خطیه. پروانه است. خوب اسمیه واسه رد گم کردن. میگم پروانه است. آره. کیفاتو فروختم. دروغ میگی؟ نمیگم. اذیت داری میکنی؟ نمیکنم. نه. آره. بگو چجوری فروختی؟ به سختی. بابا بگو دیگه. فروختم به دوستام دیگه، خوشگلن. تو بوتیک با یک و خورده پول میدادن، من 700-800 فروختم بهشون. البته یه سری گفتن دو نوبت پول میدن دیگه. اصلا مهم نیست، همین که رفته خیلیه. چون همین کیفا رو اعصاب من همون پروانه. حالا امشب رفتیم تو، حساب میکنم برات واریز میکنم. نه. آره. ای بابا ببین، تو بهترین زن کره زمینی. زن زندگی. حالا واقعا بهترین خبری بود که میشد به من توی این حال مزخرفم بده. چرا مزخرف؟ حالا دیگه. خب چرا؟ مزخرفه دیگه. حالا چرا؟ بحث نکن، بریم. پره جون. چه کردی؟ دیدمش. سلام، ببخشید من میخواستم احوالی که از مریضاتون رو بپرسم.
به نام محبوبه قوامی. حالش خیلی خوب نیست. من از بستگانشون هستم. بسیار خوب، زنگ میزنم از خانواده سوال میکنم. ببخشید. خدا نگهدار. تو از کجا میدونی؟ مهم نیست. مهم اینه که شما چه ربطی داری به این حال بدی. به تو مربوط نیست. بله ببخشید. عذر بخوام. فرناز جان، چای بیارم و ساعت؟ قربونه تو من میریزم. نه نه، برای یحیی میخوام. منم چای میخورم. از ماجرایی کلم تری دلخوری، من که قول دادم همه چی رو بهت میگم، فکر کنی نمیفهم داری که همه حلی میکنی؟ آره میفهمی، البته اگه به نفعت باشه. شرکت خوبی آقا، ولی کارش خیلی مورد علاقه هم نیست. دقیقا کارتون چیه؟ حسابداری دیگه. من بیشتر رو اسناد کار میکنم. حسابداری خیلی دوست دارم آقا، ولی نه برای واردات. اینم یه شرکت واردات رنگه، بیزنسشون هم تازه رونقه، بچه های خوبی هم اصلا ظاهرم، ولی خب بهتر بوده کار تولیدی میکنن یا حداقل صادرات. واردات یه جور دلالیه دیگه. اگه محصولی باشه که تو کشور تولیدش امکان پذیر نیست، اجبارا بالاخره باید. بله اگه پتانسیلش واقعا تو ایران نباشه. درست. یحیی رو بفرستیم پیش پروانه و مینا با اونا کار کنه. چطور؟ کوچی پروانه شریکمه، مینا هم نامزدش. چی؟ نادر پروانه شریکم، اونم مخالف جنس از ترکیه آوردنه. میگه باید تولید ملی بکنیم، خودمون باید دست به کار بشیم. نامزدش هم همین مینا یه سری طراحی‌ها میکنه و سوی هم که درست میکنه رو میفروشه. تو چرا حالا مخالفی؟ چون سودش کمه. کار جدیه که هم احتیاج به صبر داره دیگه. تولیدم کار جدیه. بله کار من شوخی آخه. نه شوخی نیست، ولی خب کار راحتیه دیگه. مطمئنی شما؟ اصلا حالا چه بحثیه؟ ما که اقتصاددان نیستیم. شما کارتون زیاده؟ نه آقا، تو خیلی هم سبکه. برعکس کار فرناز، خیلی سنگینه. من که اعتراضی ندارم. من رو اخلاق تأثیر گذاشته. کار شما تو اخلاق تأثیر نمیذاره؟ کار منم به تب چرا دیگه؟ من پوزش میخوام، من از همه خانم ها پوزش میخوام. هر جا کم میاره میزنه به دلغک بازی. استعدادش هم که داره. دلغک بازی رو بگم. شما دوست دارین با ما کار کنین؟ من که راستش خیلی دلم خود یه شغل دوم داشته باشم دیگه، تا جوونیم و جون داریم باید کار کنیم دیگه. آفرین آفرین. جوون با وجود به ایشون میگه. بله بهشون بگین منم بی وجودم که. نه یه لیوان دوک به من بده لطفا. بفرمید. فرناز جان دوخ بخور. ممنون.
حالا کارتون بیشتر حسابای تلمبار شده است یا کار روزمره است؟ ما حسابمون مشکلی نداره. نه، از یک سال پیش ما یه مقدار حسابای معوقه داریم. حالا فردا شما زحمت بکشین یه سری بیان دفتر ما، منم یه قرارداد می‌نویسم امضا می‌کنم، با هم کار می‌کنیم. حرفات چه لسه برای قرارداد، این صحبت که وقت زیاده. من چند روز میام، شما اصلا ببین از کار من راضی هستین؟ چرا که نه، اختیار بریم. آب نایی بردم. راستی این حسابمون شد 10,234,5. امشب میریزم به حساب. دست درد نکنه، نجاتم بدی. بخوای بازم نجاتت میدم. خیلی ممنون، لطف میکنی شما. خیلی جا کرم. بلکن بیا. تو با آذر حرفی زدی؟ نه. با کی حرف زدی؟ با هیچکی. شاید عباس گفته. از کجا میدونه عباس خبر داره؟ لابد میدونم دیگه. کی بهت گفته عباس خبر داره؟ آقا اول شما جواب منو بده، چرا با شهره قرار گذاشتی؟ قرار گذاشته بودیم راجع به گاراژ حرف بزنیم. چرا شمال شهر؟ خودش قرار گذاشته بود. ای باباش، دوستای شما حجرهشون دو تا چهار را با گاراژ فاصله است، نمیری بهشون سر بزنی؟ بعد بلند شدی رفتی اون ور شهر اونو ببینی؟ چرا؟ کی کلافم کرده بود میفهمی؟ این نه جواب موجهیه برای دادگاه، نه منی که پسرتونمو میشناسمتون. ببینم، تو مطمئنی که با کسی حرفی نزدی؟ آقا سوزنت گیر کرده ها، میگم مطمئنم. اه نکنه حالا؟ نکنه چی؟ نکنه با این راننده هم دست شده باشی، چه میدونم خواستی زهر چشم بگیره اونم به جای کلاه سر آورده باشه. ها؟ تو منو اینجوری میشناسی؟ چی بگم دیگه، آخه این اواخر خیلی از این شهره میترسیدی، همش تو مشتش بودین، هی منو دور میزدین، با اون قرار میذاشتین، با کارگرات ما موجهت کردین، از یه طرف میگفتی گاراژو بفروشیم، از یه طرف میگفتی من قصد فروش گاراژو ندارم. اینا خودش آتو گرفتنه دیگه. درسته من معرفیش کردم، ولی نمیدونم بهش میخورد از این آتو بگیرا باشه. بالاخره زن دیگه، راهشو بلده دیگه. خیلی داری پرت و پلا میگی. حالا چیه واقعیتش؟ به من بگید من بدونم چی بوده رابطه؟ نمیگم خاک بر سر تو، میگم خاک بر سر من که خودمو اینجوری بهت شناسوندم. آقا اصلا خاک بر سر من، میگم باش الهیه چی کار میکردی؟ علی؟ عباس منم، رسول. سلام. سلام. میگم تو با آذر حرف زدی؟ نه، خودش میدونست که کلانتری بود. تو هیچی بهش نگفتی؟ هیچ. ببین کلانتری رو خودم بهش گفتم، بیشتر از اونی که میدونست چیزی نگفتی؟ نه، چطور مگه؟ من به ماه منیرم چیزی نگفتم، اصلا کسی نمیدونه من برای سند آوردم. میدونستم دهنت پرسم. اگه میدونستی پس چرا میپرسی؟ منم خوش نیست عباس، تو دیگه نمک به زخمم نپاش. نه دیگه، نمک هم به زخمت نمیپاش. خب چرا بایستدی؟ برو دیگه، منو نگاه میکنه. Huh?
الو سلام علیکم. بله بله ممنون که زنگ زدین، منتظر جوابم. آقا کمال یه بار درباره شما با من درد دل کردن، ماجرای گاراژ و تقصیرات خودشونو برای من تعریف کردن. ایشون فکر میکنن کارهایی که کردن باعث شده که آخر عمری اینطور بی عزت بشن. منم یه بار که یه لحظه گوشی ببخشید مادر، پاشو برای بابات حوله ببر. منم یه دفعه که شهره اومده بود پلوم براش اینا رو تعریف کردم، بعدن که فکر کردم یادم اومد اسم گاراژ و آدرسش هم بهش گفته بودم. شاید اینطوری فکر کرده میتونه به نون و نوایی برسه. یعنی به غیر از شهره به کس دیگه ای چیزی نگفتی؟ به شوهرت هم چیزی نگفتی؟ خیلی خوب، خدا حافظ، خدا نگهدار. حالا کاری نداری؟ نه خاله جان، خوش اومدی. من فردا پس بعد از کارم میام یه سر دفتر دیگه. من متوجه نشدم شما دقیقا برای چی قراره تشریف بیارین. اجازه بدین با دایی صحبت کنم ببینم ماجرا چیه. باشه پس با آقا رسول بگی من نمیام. مگه قرار قطعی گذاشتین؟ در حد همون صحبتی که سر شام شد دیگه، خودتون شنیدی. باشه خبر میده. حالا دیگه شما باید خبر بدین، شما رئیسی. شبتون بخیر. ممنون زحمت. شبت شکر. میخواین شما فردا ساعت 4 بیاین ببینیم که چیکار میشه. باشه آقا، میگم دیر وقته، میخواین من دنبالشون برم؟ مسیر شما کجاست؟ اونش فرق نمیکنه. اذیت نمیشه؟ نه آقا چرا. خیلی خوب. فرناز یه احیاتا دم خونه پشت سرت میاد. میدونم زحمت میشه ولی خیلی دیر وقته. ببخشید. چه زحمتی. من خودم رانندگی دوست دارم اصلا. با احتیاط رانندگی کن. چشم. خداحافظ. شبتون بخیر. شب. چیه امیر؟ تو دیگه چته؟ این همه سال برو بیا، یه بار نگفت به من بیا و حداقل تو اون دفتر مسئول فلان چیز شو. فقط خرمالیاش برای منه. تازه میفهمم چرا مرغ همسایه قاضی. البته منظورم آقای یحیی نیست. میفهمم. اون میخواد که تو مستقل باشی، رو پای خودت بیستی. خدا تنها چیزی که نمیخواد همین مستقل شدن منه. همین سر این بیزینس جدید من 1000 تومن به من پول نداد. به خدا همه کارشو تنها کردم. میدونم، ولی اینم میدونم که تنها چیزی که براش مهمه زندگی توه. تنها چیزی که براش مهم نیست زندگی منه. اون زندگی رو دوست داره هر جوری که خودش میخواد ببینه. زندگی منم هم همونجوری. حالا چه بحثی اصلا؟ من برم بخوابم، کاری با من نداره. برو. شب بخیر. شبت بخیر. Thank you.
آذر 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 ای بابا آذر عباس آقا عباس منصور چی شده؟ آذر خونه شماست؟ نه از کی نیست یه ساعتی هست من از خواب بیدار شدم آخه اینم نبرده شیفتش نیست؟ نه فکر نکنم کجاست عباس؟ هر جا رفته خودش رفته از رخت خواب نکشیدم بیرون به دوزنش که شما یه زنگ بزن بیمارستان بیمارستان نیست جایی نداره بره شاید رفته خونه خودش آخه چرا بیخبر؟ همه خونه رو گشتی؟ آره گشتم یعنی کجاست؟ یه زنگ بزنم یحیی شدون اصلا شاید رفته خونه خودش چیزی برداره بیاد چرا دست رو دست گذاشتیم؟ من برم بیرون ببینم چه خبره صبر کن ماهمانی فکر کنیم بیریم چیکار باید بکنیم تو را فکر میکنیم راه کجا؟ ببینم دعوا تو شده؟ نه بابا زنها رو که میشناسی آدم نمیفهمه چشمونه حد دیروزم تو خودش بود نمیدونم چشم بود پس نمیدونی دقیقاً کی رفته؟ من خواب بودم ماشاءالله خوابتونم چقدر سنگینه قبلا که اینطوری نبودین قبلا هم تو این خونه کسی با من اینجوری حرف نمیزد من مادرم به من حق بده از وقتی آذر اومده تو این خونه همش تو خودشه چرا این وقت صبح رفته بیرون از خونه چرا شما بیخبری ازش شلوغش نکن ماهمانی آذر از جوونیش عادت نداشت زیاد حرف بزنه همیشه دوست داشت که چیزای مال خودش باشه رازش باشه حتی شده یه عروسک شانسی خیلی خوب خیلی خوب نمیخواد شما بیان خودم میرم سلام صبح بخیر سلام تو کجا بودی؟ پیاده روی خب یه خبر بده مادر کجا میری؟ صبح زود همه رو بیدار کنم کشی میخوام برم قدم بزنم خب ما رفت به سلامت میگم اگه مشکلی پیش نمیاد من یه چند روزی برم مسافرت
تنها؟ نه، با یکی میرم. با کی؟ یکی از همکارام. کی هست این همکارت؟ نمیشناسیش. من چرا اینجوری حرف میزنی؟ میذاشتی با هم میرفتیم. آره، اگه فرصتی پیش اومد و مانعی هم وجود نداشت و جنابالی بیکار بودین، با هم هم میریم. خیلی بعدا صحبت میکنیم. خودتون بهتر میدونید که ما بر اساس تعرفه کار میکنیم. بله بله، بستگی به گمرک داره که به هر حال کامیونا چند تا باشن، توی گمرک چند روز بمونن، اینا همش اهمیت داره. بسیار خوب، در خدمتتون هستیم، نگران نباشید. چشم چشم، اطاعت. قربون شما، خدا نگهدار. الو جان، خیر اول صبحی. الو پیمان، تویی؟ چی شده؟ ببین درست توضیح بده ببینم که چی شده، یعنی چی حالش خوب نیست؟ چشه مگه؟ گوشیو بده به بابا. خیلی خوب خیلی خوب، من الان میام. خداحافظ. امون جان در رو باز کن. سلام امون. سلام امون جان. چی شده؟ چه خبره؟ سلام زده. سلام. چی شده؟ کاری کیه؟ میتونی پشی؟ او رسول داره دماغش خون میاد. برو چند تا دستان کاغذی بیار. جلوی تلویزیونه. جعبشو بیار. همون بفهم. نگفته کاری کی؟ مهم نیست داداش. خیلی مهمه. مهم بدبختی منه. کم آوردم داداش. نه بدبختی، نه کم آوردی. این حرف رو نزن. باشو باشو. همون برای پیرن تمیز بره بابا بیار. یعنی که دایی نامردت گرفته نمیخوام، بندازش تو سطل آشغال. نمیگه چی شده؟ بابا اینو کی آورده؟ خودم گرفتم بابا. شرمنده داداش. دشمن شرمنده. درد که نداره؟ یه کمی ولی بهتره. خوب میشه. آروم آروم. آه.
میگم داداش جونا پیشو نگیر. حالا بیا بریم. بیا بریم. آه پیمان جان مراقب باش. چشمم. سلام آقا رسول. بفرما. سلام آقا رسول. بفرمی تو. من یادت هست روزی که اومدیم خواستگاری چی گفتیم؟ چی گفته؟ گفتی اگه به دخترم بدی کنید منم بدی میکنم، اگه هر کاری بکنید منم همون کارو میکنم. یادته؟ شما ببخشید آقا رسول، اینا جوونه. نه، من میخوام بدونم تو این سالها جهان دست رو کسی بلند کرده که اینجوری لتو پارش کردین؟ آره سلای خانم، جهان دست رو شما بلند کرده؟ همه چیز دست بلند کردن نیست که. سوال منو جواب بده. من سرعیه که میشناسی نیستم، ازتون نمیترسم. من نمیخوام از من بترسی. من میگم پاشو بیا سر خونه زندگیت. تو مادری، بچت رنگ به چهره نداره، احساس میکنه بی سرپرسته. بلند شدی را افتادی اومدی اینجا دنبال چی؟ گردن کلفت میفرستی که شوهرتو بزنه؟ فردا جواب پیمان رو چی میدی؟ چجوری تو چشاش نگاه میکنی؟ حالا داییاش بماند که حیف اسم دایی. آقا رسول جهان حرفای بدی زد، سالار هم جوابشو داد. به من میگه بی عرضه. به من میگه بی عرضه. تمام سالا هرچی که لایق خودش بوده رو نثار من کرده. میخوام بدونم کی بی عرضه است، کی آویزونه، کی مار مرده است. اصلا عرضه خودش کجا راست؟ ها؟ تو این سن بیکاره، معلوم نیست چه کار است. راننده است؟ دلاله؟ چه کار است؟ بهتر از بیکاریه. بهتر از بیکاریه و صبح تا شب بازو کلوف کردن. سرای خانم، یه ذره به دور و برت نگاه کن. از موقع اومدی تو خونه جهان توقعاتت اینجوری شد؟ میخوای همه این نداشته‌هاتو به حساب جهان بذاری؟ آقا رسول، اگه شما میذاشتین الان زندگی ما پر از نداشته نبود. اگه منظور داشته های منه، گاراژو دارم میدم به خواهرم و جهان. بیاد وایسه ادارش کنه. پس الان زوده برای این حرفا. ببخش. میتونستم تو همون سرعیه هستی که میشناسم. تا اسم پول میاد آروم میگیری. نگو من تو رو نمیشناسم. بسته دیگه، شما زیادی دور بر ندار. دفعه دیگه بخواد به خواهر ما بیهتر میکنه، بدتر از این تاپ تو بشه بالا میارم. بسته دیگه، منو میزنی؟ ببین، خودت خواستی، شرط خودت بود مقابله به مثل. بذار جوابشو بدم. گفتم بسته دیگه. یه بار به حرف پدر بدبختتون گوش کنین. از طلاق گرفتن خواهرت چی به دست میارین ها؟ فهم و شعورم خوب چیزیه. آره ازش طرفداری کن. میدونی صبح چی میگه؟ میگه شما خانوادتن بی عرضه و آویزونید. بفهم تو رم میگه بهت بر نمیخوره؟ بگه
آخرش ما دارش خط میکشیم، ولی خواهرتون باید برگرده سر خون و زندگی. این بخواد بره با اون مرد که زندگی کنه، من دیگه اسمشو نمیارم. سرای خانم داری اشتباه میکنی، اونجا برات جایشتر هست. آقا رسول بفرمایید بیرون، نمیخوام دلتون برای من بسوزه. این ظاهرتون شاید برادر خواهرتون رو گول بزنه، ولی من حواسم به چیزایی هست که بقیه نیست. بیرون لطفا. آقا رسول بفرمایید. بفرمایید. من از شما عذر میخوام. بفرمایید. گفتم سلام. سلام. تو رو خدا تو دیگه با من سرد نباش. چی شده؟ هیچ چیزی نیست. آماده باش میام دنبالت. میام که با هم بریم بیرون. بریم یه جای دور از همه چیز. فکر نکنم بتونم، کار دارم. آذر خواهش میکنم. الان اصلا وقتش نیست. باش، خدافظ. سلام. چیه؟ به چی نگاه میکنی؟ به تو. وا. مگه قراره دیگه منو نبینی؟ چه خوبه که تو این روزای سخت هستی. به ما که رسید آسمون تپید، روزا سخت شد، زندگی تلخ شد. رسوش. خب، کجا بریم؟ شما بفرمایید. سلام پسرم، حالت چطوره؟ بابا چی؟ تو اونجا بودی؟ ببینم رسیدی، بابا حالش چطور بود؟ مردا به هم دیگه میرسن، به حرف ما زنا گوش نمیدن که. دردت پسرم، تو سعی کن بزرگ شدی مثل اونو نباشی. باشه. نه بابا جهانت از من میپرسه چی کار کنم، نه دوی سالارت. الان بابا کجاست؟ خوابیده؟ کجا خوابیده؟ باشه باره یه چیزی بکش روش، همیشه یادش میره. من دورت بگردم، نمیتونم بیام مامان جان. پیمان جان گوش کن، نمیشه با ما بمون؟ میشه با ما بمون که تنها نباشه؟
من دلم برات تنگ شده کلا. پیمان جان دردت بسرم، کار داشتی بهم زنگ بزن به شما در، یعنی کاری نداری. باشه عزیزی دارم، خدا حافظ. بیا اینو بخور. دستت درد نکنه. پیمان جان، پیمان، پیمان جانمه، پشو برو تو اتاقت بخواب عزیزم، پشو. اما میخوام پیش بابام بخوابم. پشنمه، پشو، من میبرم تو اتاق بابات، پشو، پشو بسرم. بسرم، تو برو بخواب، منم میام. برونش برم. بابا شب بخیر. شب بخیر بابا. بهتری؟ آره. بشکنه دستشون الهی. اینقدر لوت و لوتن اینا همیشه؟ اون سریا حساسن. مرد شور حساسیتشونو ببره. اینجوری میخوان زندگی خواهرشون رو نجات بدن؟ اون سالار که کلن قاطیه، روزی 10 بار تو خیابون دعواش میشه. من اگه کاری بودم برای کسایی که دعوای خیابونی میکنن اون 4 سال زندان میبریدم. من شانس آوردیم که کاری نیستی. سر هیچی قفل فرمون برمیدارن خوبه؟ همینا یه دفعه فرزاد من زده بودن، 1 هفته افتاد تو رخت خواب. خواهر من فرزاد تو که بخور نبود، اون همیشه بزن بود. اون یه بارم اصلا معلوم نبود چی شده بود. بچم جلو پیمان زدنه؟ مدرسه بود اینو رفتن اومد. چشه سریا؟ پول. فکر میکنم من دستگاه آبربانکم. خب از چی با من ازدواج کردی آخه؟ یادت رفته چقدر هلاکت بود؟ اوه زیه مسکن برای تو یارم، اینجوری ساکت نمیشی. یه جوری حرف میزنم. اصلا لازم نکرده، نمیخوام ریختش رو ببینم، طلاقش میدم بره پیش زندگیش. بچه ها داغون میشن جان، تو دوا بمونن سالم میمونن. خودت میدونی الان عصبانی هستی، هیچ وقت خوبی برای تصمیم گیری نیست الان. اتفاقا وقت خوبش الانه، تا زخم و دردام خوب نشدن و یادم نرفته که اینو با من چیکار کردن. اسم خودشو گذاشته زن، اسم خودشو گذاشته مادر. میرم طول درمان میگیرم، بیچاره میکنم داداشاشو، هم دادگاهیشون میکنم هم دیه میگیرم، هم اینو مدارک خوبیه واسه دادگاه خانواده. من میگم راه برگشت بذار. فرنازه. الو. سلام مامان. خوبم. تو رسیدی خونه؟ بیرونم. برنامه چیزی نداری امشب؟ با دوستات، با امیر؟ آها باشه مادر، من میام تا 1 ساعت دیگه میام. بیرون کار دارم. میام دیگه تا 1 ساعت دیگه. باشه، خدا نگه دارت. نمیدونم این امیر چشه، از بعد مرگ فرزاد از این رو به اون رو شده. بچم خیلی اذیته. فرناز
یه بچه مگه بیشتر دارم؟ همین یکی برام مونده دیگه. والا به خدا اون فرزاد جاش از همه ما بهتره. مطمئنی؟ از من یکی که مطمئنم بهتره. تو رو خدا اینجوری حرف نزن جان، این چیزا شوخی نداره. استغفر الله. حالا چی میگه این امیر؟ بعدیش اینه که هیچی نمیگه. الانم فرناز میگه ازش بیخبرم. بعید میدونم زیر سرش بلند شده باشه. غلط میکنه. مگه فرناز من معطل مونده؟ بچه‌مو که از سر رو نیوردم اینجوری باش برخورد کنن. این خودتو عذاب نده خواهر جان. به خدا فرزاد تو رو این شکلی ببینه روح اونم میفته تو عذاب. حالا اگه تو امیر رو دیدی حرف بنداز ببین تو فکرش چیه. چشم. اینجا زیاد میای؟ نه بار اول میام. بهت نمیخوره؟ حالا دیگه. خیلی بی‌معرفتی. چی شد؟ خیلی بی‌معرفتی. این همه سال من و عباس و مامونیر کنار هم بودیم، یک بار با من هم کلام نشدی. خیلی سنگدلی میخواد. برای اینکه هیچ وقت از دلتو خبر نداشتم. یه چیزی باید بگم. من خیلی وقته که منتظرم یه چیزایی بگی، ولی تو هیچ وقت هیچی نمیگی. من فکر میکنم هنوز اون بی‌اعتمادی رو، اون بی‌اعتمادی قدیم رو به من داری. اون وقت برای چی اینجوری فکر میکنی؟ هیچی بابا، هیچی. بلش کن. یه چیزی گفتم. نلکن. میدونی چیه؟ راستش یه موقعی احساس میکنم تو دلم خالی میشه. فکر میکنم از زندگی تو هیچی نمیدونم. انگار با هم غریبه ایم. با من یکی رو راست باش رسول. هستم. نیستی. ببین منظر، کار من پر از گرفتاری و بدبختیه. من دلم نمیخواد شبم که میام همین مصیبت تو خونه ادامه پیدا بکنه. اگر نمیشه بدبختی رو بدبختی و حال بد. اگه به من باشه من دلم میخواد همش پیش تو باشه. همش. میدونی وقتی اینجوری پوزخند میزنی یاد چی میفتم؟ یاد اون روزی میفتم که تا پای اسم گذاری بچه رفتیم. بحثنی فروشی بود چی بود نمیدونم، یادم نیست. آره فکر کنم همون موقع هم داشتی به طاهره فکر میکردی. مزهر تو باید مادر بچه من می شدی. باید. این فکر داره دیوونم می کنه. هنوزم خودخواهی رسول. فکر نمی کنی من کلن شانس بچه دار شدن رو از دست دادم؟ خب می خواستی پای من وای نستی؟ معذرت می خواهم. دیگه وای نمیستم. منو نگاه کن. آذر منو نگاه کن. آذر منو نگاه کن. تو باید پای من وایسی. این دفعه دیگه نوبت توئه که پای من وایسی رسول. جدی میگم. من غذا تو میکنم. کارو بدبخته دیگه. غذا تو بخور.
گشتمونه بابا، مردیم از گرسنگی. کجای پر؟ بیا اینم رسیده پول کیفا. همه رو فروختی؟ بله. چی به کی؟ به هر کی. پول مگه نمیخواستی؟ مهمه مگه؟ پول نمیخواستم، خواستم یه ذره احساس مسئولیت یاد بگیری، تدبیر، تعقل، چیزی که نداری. خیلی قشنگه حرف میزنی شیوا و روون. زهر ما. این چیه الان؟ نه این سبزه چیه؟ چیه؟ فلفل دلمه‌ای دیگه. چیه؟ شبیه ریحون خسته است. خب ریحون خسته رو نخور. با فرناز چیکار کردی؟ حالم خوب نیستش، سیدی خسته شدم دیگه. با چهار تا پیره مرد پیره زن زندگی میکنی کلافه میشی دیگه. بابات که بدتو نمیخواد، اون مثلا میخواد دستتو بگیره، کمکت کنه، راد بندازه، یه کاری بکنه، اینه دیگه نیت. کمک که بد نیست، من مشکل ندارم با کمک، پولم که خوبه. همش بکن نکنه دیگه، همش از بالا فرمان میاد، من اینو دوست ندارم. پس فرناز سر کاره. فرناز سر کاره چیه بابا؟ من که میدونی من که فرنازو دوست دارم، من مشکلی با فرناز ندارم. معقول، خوبه، با معرفته، ولی یه چیزیمون به هم نمیخوره دیگه. میدونی مثل مدل تومینا نیست. ایوا کلاً چیز دیگه، خیلی ناراحتم دیگه. مثلا شالم خوب نیست دیگه، جوری چی خوشحالم نمیکنه. دختری که تو رو به خاطر خودت دوست داشته باشه به این راحتی پیدا نمیشه، بتونه اخلاق گنده تو رو تحمل کنه به این راحتی پیدا نمیشه. دخترها وقتی دل بکنن بذارن برن، رفتن دیگه بر نمیگردن. شادی و پیام که یادته، همه کیفارم فرناس فروخ. بیا بند خدا. یه سری به عباس و ماهمانی بزن، درستان فکر کنن از وقتی که اومدی پیش من دیگه حواس دونا نیست. باشه فردا میره. به خاطر مسئله که امروز صبح پیش اومد بهتره امشب بهشون سری بزنی. ترسم خدای نکرده فکر کنن کدورتی چیزی پیش اومده. باید میدونم اینطوری فکر کنم. چرا؟ من اونا رو خوب میشناسم، ممکنه فکرشون مشغول باشه. بذاریم شب راحت بخوابم. اصلا بیا با هم بریم. حرف من اینه که تو بری که بتونین با هم حرف بزنید، اختلاط کنید. من خستم، ولی با این حرفت باعث میشه که دوشار عذاب و وجدان بشم. خب ببین نداره. آب میخوری؟ نه آب نمیخوام. پس چرا نشستی؟ بذار یه نفسی تازه کنم. میخوابن ها؟ نمیخوابن، چراغاشون روشن بود. تو نمیخوای لباساتو عوض کنی؟ حالا لباسو عوض میکنم بعدن، عجله‌ای نیست. میگم رسول، تو واقعا زدی تو گوش برادرش؟ آره متاسفانه، یهو از کوره در رفتم. سالها بود دست رو کسی بلند نکرده بودم. البته حقشم بود. باید جهانو میدیدی، پیمانو. بچه داشت از ترس به خودش میلرزید. اون سریا رو بگو چه جور مادریه. اگه میخوای بری پاشو برو، اگه نه که اصلا بلش کن. خیلی خوب بابا. زود میام. باشه باشه. الو فریبا خانم، من زیاد وقت ندارم، کاری داشتیم؟ میخواستم بگم شهره ریش دوباره آب آورده، تا صبح معلوم میشه که چی میشه. نگران کننده است. خیلی خیلی آقا رسول. خواستم بگم اگه اتفاقی بر شهره افتاد. خدا نکنه خانم. دست به دعایی. خودش میگه وقتی دعا نمی کنم خدا بیشتر هوامو داره. چه دیوونگی هایی داشت. میگفت خدا میگه به به چه دختر خانومی شده، هیچی نمیخواد، بهش یه جایزه بدیم. دلم از این میسوزه که عاشق زندگی بود. اینقدر نگین میخواست، بود، میگفت.
ایشالله بازم برمیگرده، دیوونگی میکنه، شما رو میخندونه. نگران نباشین. من به شوهرم قول داده بودم دور شهره رو خط بکشم. میخواستم بهتون بگم اگه اتفاقی برای شهره افتاد لطفا نگین من باعث آشنایی شما و شهره بودم. نرگه میدونستم آخرش اینطوری میشه، اصلا اسم شما رو تو سالمندان جلو شهره نمیبردم. کاش لال میشدم اون روز. من خانم بی احتیاطی خودش و گیجی راننده باعث تصادف شده، چه ربطی به آشناییش با من داره؟ پس شما اونجا چی کار میکردین؟ به شما ربطی نداره. ببخشید، پس چیزی نمیگین؟ ببینم شوهر شما مشکلش با شهره چیه؟ خب همه با شهره مشکل داشتن، یعنی دارن، مگه شما ندارین؟ خیلی خوب، بس دیگه، لازم نیست غیبت بکنی. خدا حافظ. شب بخیر. خیلی پیگیر زمین گاراژ بود. خدا بیامرز دروغم میگفت. منم که با فروش گاراژ موافق نبودم. باش قرار گذاشتم که بهش بگم منصرف شدم. عدل همونجا ماشین زد بهش. منم چون میشناختمش با راننده کمک کردیم، سوار ماشین خودم کردم، بردمش بیمارستان. البته اگه نمیشناختمشم به هر حال همین کارو میکردم. حالا من به حاج بهزادی هم گفتم اصلا جای نگرانی نیست، به هر حال یکی دیگه زده، خودش هم اعتراف کرده. اصلا بیجا شما رو برداشتم بردم بازداشتگاه، بعدم پرونده براتون درست کردم. نیاز به وکیلم نیست، پرونده خودش مختومه میشه. اینکه آدرس محل تصادف هیچ ربطی به گاراژ و خونه من و خونه خود خانم قوامی نداره، این سوال برانگیز نیست؟ خب چرا اونجا قرار گذاشتیم؟ صادقانه بگیم. خودش قرار گذاشت. مکانش کجا بود؟ منظورم مکانشه، یعنی بونگا بود، رستوران بود؟ نه، کنار خیابون تو ماشین. هم
خب این که کنار خیابون بالاخره نزدیک یه جایی بوده، یه جایی که ایشون مثلا کار داشته، خونه خاله ای، عمه ای، همکاری. نه نه، اگه اینو میدونست، یعنی اگه متوجه بشین که چرا محل قرار اونجا بوده، همه چیز هم میشه. آخه چجوری؟ چرا؟ خودش که الان نیستش. ببینین آیه تولهی، یه خانمی به شما میگه که بیاین فلان خیابون، دلیلشو نمیگه که مثلا من اونجا کار دارم، قرار دارم. نه الان یه چیزی هست که شما به من نمیگی؟ نه، من فقط نگرانم که خانوادش پیگیر ماجرا بشن و دور همین سوالا و اینا دیگه. خب الان شما دقیقا نگران چی هستین؟ بالاخره پلیس جوابای شما رو میگیره، تطبیق میده با مدارکی که داره، بعد متوجه میشه که شما راست میگین یا نمیگین. اگه راست بگین که همه چیز حل مشکل نمید. من راستش نگران اینم که همسرم و پسرم پاشون کشیده بشه به این ماجرا و شک و شبهه پیش بیاد. برحال خودتون بهتر میدونید پای یه خانم جوون وسطه. خب اگه رابطه ای نباشه که مسائل همیشه حل میشه، قابل اثباته. خیر شما باید راحت باشه. منم از این موارد خیلی زیاد دیدم. الان شما اینو به من بگین که رابطه ای بوده؟ نه اصلا، اصلا من مطمئنم که این تصادف هیچ ربطی به من نداره. فقط نگرانم پای یه حرفای دیگه ای کشیده بشه وسط. مثلا؟ مثلا اینکه چرا اون سر شهر قرار گذاشتی، چرا بردیش بیمارستان، چرا اصلا میشناسیش. بی خود و بی جهت آدم آبروش بره. همین. نه خب بی جهت که آبروی کسی نمیره. من فکر میکنم بهتره که صبر کنیم ببینیم خانواده مقتول اقدامی میکنه یا نه. چرا میگین مقتول؟ تصادف قتل غیر عمد. که قاتل غیر عمد راننده است. آره دیگه، میگم که قاتل غیر عمد راننده است و شما رو هم از قبل نمیشناسه. بله نمیشناسه. فقط اگه پلیس شما رو احضار کرد لطف کنید با من تماس بگیرید. بله چشم. چشم. از اول باید یه نه میگفتم و تمام. خب چرا نگفته؟ نمیدونم. آقای تولایی، فقط بی زحمت اگر چیزی به ذهنتون رسید که الان به من نگفتید با من حتما تماس بگیرید. بسیار خوب. درخواستمونو کجا بدیم؟ دستور کالبد شکافی با مقام قضاییه. این مورد تصادف بوده، مرگ مشکوک نیست. از نظر شما مشکوک نیست؟ از نظر ما که همه چی مشکوکه. هر طور صلاح میدونید پیگیری کنید، ولی مطمئن باشید ما کارمون رو با دقت انجام میدیم. اما فکر کنم کالبد شکافی را دستتون نیست، چون آقا رسول کچلواریه، پول داره، آبروش مهمه. ما چون جنوب شهری هستیم آدم نیستیم. محسن، من خودم بچه ناصر خسرو هم، هیچ جای تهرونم به اندازه اونجا دوست ندارم. چه ربطی داره؟ کالبد شکافی قاعده خودش رو داره. من فقط گفتم دستور مقام قضایی لازمه، همین. جناب سروان، من میخوام بدونم خواهرم با ضربه تصادف کشته شده یا قبل و بعدش ضربه ای بوده. میخوام ببینم ردی چیزی از درگیری رسول تولایی رو. بزنم منم باباشم، بابای بیچارشم، آقای احمدی هستم. جناب سروان احمدی، دختر من برای خوشبختی من و مادرش و همین داداشش خودشو به این روز انداخته. اون موقع این آقای از دماغ فین افتاده میخواد با آبروی دختر من بازی کنه. من نمیذارم. این آقا میگه دختر من اخوالش میکرده. من نمیذارم. اون موقع براش پدری نکردم، ولی نمیذارم با جنازه دخترم. بهش بگین من اینجوری مفلوک و بیچاره دیده، سر پا بودنمو ندیده، همون بلایی که سر دختر من آورده سر تمام اعضای خانواده‌اش میاره.
شما حالتون خوب نیست، منم درکتون میکنم، ولی باید این چیزا رو بسپرین دست قانون و پلیس. قانون در مورد کسی که اومده در خونه ای من دخترم رو تهدید کرده چی میگه؟ چرا باید فکر کنم این آقا نقشی در قتل دختر من نداشته؟ قتل؟ بله. آقا ما با یه تصادف مواجهیم که راننده خودش اعلام تقصیر کرده، همین. شاید همدستن، شاید با هم تبانی کردن، شاید بده بسونی دارن. شما نمیخواد کار منو به من یاد بدی؟ نه جناب سروان، من فقط میخواد خیالم راحت شه، شما طرف کسی نیستی. این حرفتو نشنیده میگیرم، میذارم پای داغدار بودنت. از پشو بریم تا بده کار نشدیم. بله، تشریف ببرید. جناب سروان، شما تا حالا عزیزی رو از دست دادی؟ بله طبیعیه، همین دو هفته پیش پدرم رو از دست دادم. تسلیت میگم، خیلی سخت. هر دوش، داغ فرزند و داغ پدر. منم مجددا به شما تسلیت میگم، خدا دختر شما رو هم بیامرزه. خیلی ممنون. اگه با اون رسول همدستی بهتر اعتراف کنی، اون پای هیچی وای نمیسه، از جنازه زن نگذش. تو که سالی درکی ندارم از خدا